مثل خواب میموند، ولی خواب نبود، سرد بود. هر پله که میرفتم پایین سردتر میشد، مثل سرداب. نمون آخرین پله رو که رد کردم دنیا رو سرم خراب شد. 40 تا پله. میرزا گفته بود چوب توت باید 6 روز زیر خاک بمونه تا نفرینش باطل شه. عجله کردم، نفرین توت دامنگیرم شد. یه پله وسط سرداب بود که یه نور لاجون کج تابیده بود روش. رفتم جلوتر، یه ساز رو سکو بود، قهوه سوخته. خواب نبودم، ورش داشتم، زخمه زدم. زخمه. چه ناله ای داشت لامصب. همون ستار جادویی بود که میرزا گفته بود یه بار صداشو شنیده و یه عمر اسیرش شده. خواب بودم؟ نمیدونم. معطلم کرد که چی؟ از زیر زبونم حرف بکشه. معلوم نیست به سر خودش چرا بر نمیگرده، چش نداره ببینه رضای من داره میاد. میگفت مگه پدر و پسر آشتی کردن. صد بار گفتم اینجا رو داری تمیز میکنی، هرچی رو ور میداری بذار سر جاش. سنباده نرمم کو کجاست؟ آی امروز اصلا نرسیدم اونجا رو تمیز کنم. امروز به کدوم کارت رسیده که به این کار برسی؟ ایشالله از فردا. فردا. یوسف جان، میگم حالا که بعد از این همه سال داره برمیگرده زشت قرد بمونی. درسته توی این سال یه تلفنم نزده ولی از خجالتش بوده. گوشت با منه؟ الان دیگه وقت آشتی کنونه مگه نه؟ مگه دست درد نمی کنه؟ چرا؟ تو این کارو چیه که میکنی؟ تو این کارو کردی؟ اصلا یه استکان چایی نداری دستمون؟ الان سوال لباسمو شسته ای؟ نه میشورم با الان میشوره که خوش بشه؟ شما یه خورده خلق تنگه امروز. یوسف، اینا رو دستمال میکشیم تو مدرم. نمیخواد با این دستت کار کنی، بگو مسعود بشوره. بای اون تفلکی که اصلا فرستادم نامل خرید. گوشوارمو گذاشتم پیش مهری، ازش قرض گرفتم، گفتم آخر هفته دیگه بهش پس میدم. از کجا؟ خدا بزرگ. بله خدا بزرگه. حالا چقدر گرفتی؟ 200 تومن؟ نگفتی تا آخر هفته بعد از کجا میخوام یه روی حس بدی؟ رضا. آه حواسم نبود. آقا رضا تشریف میارن ازشون میگیری. دوست نداشتم تو این وضعیت ما رو ببینی. چرا نبینه؟ این وضعیتی که خودش درست کرده. میدونم عزیزم، ولی فقط امشب به خاطر من دندون رو جیگر بزن. ایشالله از فردا که بیاد همه چی درست میشه. بچه خدا، مثلا فردا میخواد چه گلی سرمون بزنه؟ اون اگه میخواست کمک حالمون باشه تا حالا شده بود. مگه اون پسر مهری نیست؟ از وقتی رفته نزاش که آب تو دیره ننه باش تکون بخوره. البته منم از اون بابا نیستم که چشمم به دست اولاد باشه. نه نه، ولی اولادم خوبه که شعور داشته باشه، قد شناس باشه. همین گل پسری که 10 روزه داری پوز حاتم بخشیشو به من میدی، با پول من رفت درس خوند، دکتر شد. میفهمی؟ با پول من. اونا بچه نیست که ناسپاس بشه. مطمئن باش از دستش بعد بیاد جبران میکنه، همچون که تو من رفتن کمکش کردی. شکر خدا یادته. حرفت چیه؟ مگه میشه یادم نبود؟ اصلا که منت پول این پسر رو خواهش میکنم سر من نذار. آی چه منتی. سلام قشنگا. سلام.
اون چیه؟ اینا از رفیقام گرفتن ببینم کدومش بیشتر بهم میاد. دقت شد. چی؟ اینا تاش حالا. بذار برسم، نترس بقیه‌اشو نمیزنم. وا چه خبره؟ مگه میخوای شهر رو سور بگیرنم به ولقت می‌کردی؟ چی خب؟ آ توت فرنگی؟ آ توت فرنگی نباشه کسر شان میشه؟ خوبه دیگه، اومدن آقا رضا بهونه‌شو کم بوده ویتامین اون رو جبران کنه. هرچی فون بوده پس بوده مهری. همین مونده؟ چی میگه این؟ با تو هم از 200 تومن همین مونده؟ نه پس کو؟ دزدیدن. یعنی چی؟ یعنی فازه چی؟ چی میگه؟ کلی جوری میگی 200 تومن انگار 2 میلیون تومن همین 4 تا خرت و پرتم به زور خریدم آوردم. دست درد. قربونت برم. ببر بس تو آشپز. من کار دارم. گفتی کی میرسی؟ از دیروز هزار بار پرسیدی یا 8 9 شب. حالش خوب بود. ناکن داری دیوونم میکنی. یه خورده صبر کنی میاد نزدیک میبینیش چیه. وای خاک به سرم. هنوز هیچ کاری هم نکرد. این آرزو کجا بود؟ ما الان هست که بیاد ماما. دست تنها به هیچ کاری نمیده. فقط زیاد بهش امر و نهی نکنی یا میدونی که بچه‌م حساسه ملوسه. وای خدا آدمو محتاج عروس نکنه. امرو همتون یه طوری شدینا. اینا 180 تومن نشد. یا قرآن. تو از اون موقع داری حساب کتاب میکنی؟ عجب ورقیه. چی بود؟ بچه‌ی ما من کار دارم می‌بینی که راست میگه آقا رضا تشریف بیارن زشت ممکنه تو تاریکی چشماشون نبینه کاسه دستشویی با کاسه مسطره عوضی بگیره آدمی همچین بابایی داشته باشه احتیاج به هیچ دشمنی نداره بخاطر اینکه شما ماجرا خیلی اولاد خلفی بودین باید هم از بابادون بیشتر از این طبق رو داشته باشین کجاست بابا من خودم میرم عوضش میکنم همونجا جلو آینه اشاره کرد تو بیشون جلو آرزو حواست باشه دیگه سفارش نکنم باشه من که گفتم اصلا نمیخواد بیاد چی میگم منظورم اونه چی؟ ای بابا همون قضیه که قرشه آرزو فلان ندونه منظورش بیکار شدنشه گوشاش خیلی خوب تیز شده نخه صدا قشنگ تا اینجا میاد حالا اصلا حواست باشه سوتی ندیم مامان برا ندونه من خودم بهش میگم مامان خواهش کردم بدونه بهتره خلاصه یه هفته است با هم خوب شدیم ما کجا خوب شدین هر شب که دعوا دارین نه آره بس کجا میدونی خودم شنیدم کی دیشب گوش وایسادی اخه اخه رفتم دستشویی شنیدم آبه قرآن شما شورشو در آوردی من دیگه یه دقیقه هم تو این خراب شده تو نمیمونم بوس بوس عروسم ملوسم بگیر لب تو ببوسم یکی دیگه محکم آرتیستی خواب تو اون سرت خجالت بگیر چی شده باز؟ پای صدا همه حرفای من رو گوش کرده به تو میگن مرد؟ آره آقا گفتم بهش اصلا دوست داشتم بهش بگم از وقت بیشترم بهش میگم زنم عقب کرد کمی حرفا رو من بزنه دیگه من آرزو رو بوس نکنم من مهری خانم رو بوس بکنم زشت زن نکن مرد نیستی اگه بودی سر خود زندگی بودی عقب یه ماه دو ماه یه سال دو سال چرا نمیدی اصلا سر خود زندگی با کدوم پول نه اینکه دست منو گرفتی دست ما رو گرفت اینجوری میکنی تو آرزو نداری تو دلت ای جای دیگه پر داری سر من خالیش میکنی چند بار بهش گفتم بیا پیش خودم کار کنم بلا کامرم دوباره کار نمون اینو دیگه راست میگه مسعود میرفتی پیشش هم یه حرفی میگه یه جوری میگه انگاه بابا بلسکونیه فوش دار بابا فوش کجا بود خب میرفتی حرفش رو رونق میدادی بهتر از پادوی تو بوتی که مرمون میشه میگه دقیقا باید چی رو رونق میدادم؟ آقا جون چرا نمیخوای قبول کنی؟ امرو همه میرن دنبال گیتار و موزیک الکترونیک اون وقت شما نشستی خونه چل به چل داری ستار میسازی خب معلومه نمیصرفه تایش میشه این وضعیت ما همون بهتر بری تو اون بوتیک مسخره کار کنی اینه خر آخر سال هم با لغت بندازنه بیرون تا قدر عافیت بدون تحبیل بگی ماما خانوم وقتی هر پبله میسوزونه دیگه من عمرن این خیالم هم آره قشنگ معلومه ما که بلد نیستیم این بعضی ها پامونو بذاریم رو خیره کسی آخرم بشیم عزیز دل یعنی چی این هم؟ چه عجب؟ فکر کردم اعتصام که دیگه نمیخوای حرف بزنی اصلا هم نشنم جلو رزتی هم راست میگه باشه گذاشت رو خرمون رفت درس بخون تو مملکت خودم رو نمیتونست بخونه؟ مگه این مون درس خونه؟ چرا علیکی پایی منو میکشی وسط؟ بم حسادت کن چه حسادتی؟ من اصلا حرف زدم شما میتونستی شرعی دانشگاه بدیم که درس من آقا رو هم میکنی تو؟ پول یه عروسی به من ندادی. من تقصیر خودمه دیگه. حقش من پاها میکردم توی کفش شب رو سرتون داد و بیداد رو میدادم تا بالاخره مجبورشی بدی. اگه نکردی؟ دادی؟ همون یه باری که به آقا رضا دادی برای هفت پشتمون بس. حالا ما حله داریم چوبمو یه بار میخوره. بی خود شلوغش نکن نوبت تو هم میرسه. اون ماما رو نونو برد. بذار رضا بیاد با خودش پول بیاره. وامو که تسویه کردی اون وقت یه وام دیگه میشه. مزک نمیر بهار بیار. آرزو ما فقط دیگه سفارش نکنم آقا یوسف دیگه سفارش نکنم فرفر جادو زشته سلام فاطمه جون خونی سلام آقا یوسف
شما خوبین؟ همه چی خوبه؟ ببخشید دور خدا دیر کردم، اما ماشین گیر نمیومد که. سوهان تازه پخت براتون آوردم، یلا دندونم گیر نمیکنه. مامان خیلی سلام رسوندن، گفتن حالا آقا رضا که بیان خودشون میرسن خدمتتون. به خدا دیشب تا صبح داشتم تو حرم دعاتون میکردم، هم برای شما هم برای آقا یوسف، هم برای خودمون که انشالله هرچی زودتر سر سامون بگیریم. خدا رفتگان شما رو بیامرزه. بله آقا، هم خدا بیامرزه، اگه زنده بود که ما الان اینجا نبودیم، هر کدوم سر خونه زندگی خودمون بودیم. به قرآن دیده من چادرتون ملوسم. مردی تو که با میمدی ترمینال دنبال من؟ آره گفتم که دستم بند بود. حالا دیگه تلفن رو من قطع هم میکنی. من سو رایه و شارجم با که هفته شارجه تموم شد. نه با که هر حرفی زد من بود. هوا این چه حرفیه؟ تفلک رو از تو فرستادم دنبال خرید. خیلی هم کار خوبی کردی، وزیر کشه جای دوری نمیره که. تو نگفتی مردو بپیچون؟ تو بیچون نمیخوام.